خب دیگه من رفتم. داداش باز چی شده؟ چیزه میشه از نجیب حال پسرمو بپرسی؟ البته که میپرسم، نگران نباش میپرسم. خیلی ممنون. من رفتم، خداحافظ. موفق باشی مصطفی. ممنون آسیه. چی کار کردی؟ کار جمیلو حل کردی؟ آزاد شد؟ آره آزاد شد، ولی هرچی بهش میگی فایده نداره. کسافتکار یه وداد چشماشو کور کرده. خب تو کاری که باید میکردی و کردی و بقیهش به خودش مربوطه. همینطوره. تو چی؟ میری پیش نجیب؟ آره میرم پیش نجیب، میرم تا این مشکلو از ریشه حل کنم. این راه حل ریشه ای نیست داداش. وداد امروز سکوت میکنه، اما بازم فردا به کسافتکاریاشو تلاش برای به زندان انداختن نفس ادامه میده. ای منو پسر، اگه میخوای نرم باشه، نمیرم. داداش بس دیگه، دیدی که به خاطر اون شرط بندی از رفتن منصرف شدم. بازم این بحثو باز نکن. بازش میکنم. چیا میخوای باز کنی؟ نقشه های چرت و پرتتم که قبول کردم، دیگه چی از جونم میخوای ها؟ میخوام بهم قول بدی، قول بدی هر بار که گیر کردی خونوادتو ول نمیکنی بری. داداش برو دیگه، برو این کارتو با نجیب حلش کن. گوش کن چی بهت میگم، تو این خونه اول من، بعدش هم تو. اگه ما نباشیم این سقفی که میبینی دو روزه خراب میشه و میریزه رو سرمون. نفسو ببین، گفت میمونم، گفت خونوادم، گفت آشیونم. فردا روزم اگه تو بالا سر این خونواده بودی، با اولین مشکل نمیشه بذاری و بری پسر، امکان نداره. بالا سر این خانواده تو هستی. آره خب، ولی هیچ کس از فرداش خبر نداره. تنها کسی که هیچیش نمیشه فقط خداست. منم از فردام خبر ندارم. درسته نداری، اما من امانتهای تو رو ول نمی کنم و برم. داداش تو هم نباید بری طاهر. من می خوام بدونم که پشت سرم برادرم مثل شیر وایساده. بابام شما رو دست من سپرد. آفرین. پس منم می تونم خونوادم رو به تو بسپارم طاهر. آره؟ من از مسئولیت فرار نمی کنم. تو از وجدانت فرار نمی کنی، از مهربونیت فرار نمی کنی، تو از قولی که دادی فرار نمی کنی طاهر. اما تو هنوزم نمی دونی مسئولیتی یعنی چی داداش. حالا بگو ببینم پشت سر من یه برادری مثل شیر هست یا نه. بگو ببینم. هست داداش، هست. داشت من اینه. آفرین به تو، پهلوون من. آه، پهلوون من.